اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان. اتاق نهم، اتاق نسل سوم. با خروج امریکا از معاهده برجام و توافقنامه برجام، تلاطم‌های ارزی و نوسانات ارزی شدیدی رو به خاطر نگرانی‌های فعالین اقتصادی از نتایج این خروج و پیمان شکنی در کشور شاهد بودیم که باعث افزایش شدید نرخ ارز، خروج ارز از کشور و آسیب اقتصادی شدید به کشور بود. خب به طبع اونها عکس العمل نشون دادن و بلافاصله شروع به سیاست گذاری و اجرای قواعد و قوانین جدیدی کردند که در شرایط معمول با یک طمأنینه و صرف زمان مناسب برای رفع اشکال اصلاح این قوانین اجرا میشه. اما در این شرایط پر اضطرار و پر تلاطم، سیاست گذار و قانون گذار و مجری قانون در کشور ما چنین فرصتی رو در اختیار نداشت. بنابراین فعالان اقتصادی معترض بودند، آسیب‌های زیادی رو تجربه می‌کردند. از جمله این فعالان اقتصادی اعضای اتاق بازرگانی اصفهان بودند که شکوایه‌ها و گلایه‌ها و اظهار ناراحتی‌هاشون رو به وفور و به مراتب به اتاق بازرگانی اصفهان اعلام می‌کرد. مدیریت جدید اتاق هم در صدد بر اومد سازوکاری رو بیاندیشه و تمهیداتی رو بیاندیشه که بتونه در قالب اون حمایت لازم از این فعالان اقتصادی رو به عمل بیاره. فعالان اقتصادی ما میتونن درخواست‌های خودشون رو در حوزه ارزی مشروط به اینکه به صورت روتین و معمول قابل پیگیری نباشد و به دلیل اینکه خودشون نمیتونن مراجعه کنن، واقعا کارشون قفل شده، پیشرفتی دیگه توش حاصل نمیشه، در تمام این حوزه‌ای که عرض کردم میتونن درخواست خودشون رو در قالب استانداردی که ما داریم ارائه کنن و ما همه نوع درخواست‌ها رو پیگیری می‌کنیم. شکل کار هم به این صورته که درخواست خودشون رو فعالان اقتصادی طی یک نامه به واحد مربوطه که با مشاوره با ما مشخص میشه، حتی اسم فرد و واحد مربوطه رو تو بانک مرکزی، درخواستشون رو، اینکه محتواش چی باشه هم ما بهشون مشورت میدیم، درخواست خودشون رو ارائه می‌کنن، مستنداتی که بهشون میگیم رو ضمیمه می‌کنن، این رو ثبت در دبیرخانه بانک مرکزی می‌کنن. از یک هفته بعد، دو هفته بعد که این درخواست از چرخه معمول دبیرخانه رد میشه، ما با استفاده از اون شماره پیگیری و کپی نامه که در اختیارمونه، هر هفته من با اون درخواستایی که هست به بانک مرکزی، به واحدهای مربوطه مراجعه میکنم و تک تک کیس ها رو بحث میکنم. مواردی بوده که ما پیگیری کردیم، البته همش منتج به نتیجه مطلوب ما نشده، اما ما موضوع رو فراتر از خود بانک مرکزی پیگیری میکردیم. یعنی بعضی وقتا برای اصلاح یک بخشنامه، برای اصلاح یک رویه، برای اظهار نظر در مورد طیفی از درخواست ها و مشکلات فعالان اقتصادی، نیاز به اظهار نظر یک نهاد دیگه مثل گمرک بوده که ما این اظهار نظرها رو که در روتین انجام میشه و زمان زیادی میبره رو ما با استفاده از ظرفیت های اتاق و ارتباطی که داریم و ظرفیت های شورای گفتگو و حضور مدیران نهادهای مختلف در اتاق، از اون محل پیگیری میکردیم و خیلی سریعتر به نتیجه رسیدیم. شما فعال اقتصادی که در حوزه ارزی با مشکلی روبرو شدید که تاکنون حل نشده و روند معمول فعالیتاتون رو به خاطر اون مشکل با اخلال روبرو میبینید، میتونید با ما تماس بگیرید. کمکی که ما میتونیم بهتون بکنیم رو توی یک مشاوره تلفنی برای شما به تفصیل بیان میکنیم. مدارک رو با اون گونه ای که لازمه برای رسیدگی عرض خواهیم کرد خدمتتون. مدارک رو آماده کنید، تحویل بدید به دبیرخانه بانک مرکزی، تصویرش با شماره ثبت رو به ما بدید و ما مشکل رو در سطح کارشناسی تا به نتیجه رسیدنش برای شما پیگیری می‌کنیم. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان. اتاق نهم، اتاق نسل سوم.